داستان زندگی واقعی حبیبه. این داستان نمونه از صدها واقعیت تلخ در جامعه افغانستان است که اگر مبالغه نشود هر روز برای سرنوشت کسی به خصوص دختران رقم می‌خورد. 15 سال قبل از امروز حبیبه با خانواده‌اش در گوشه فقیرنشین شهر مزار شریف زندگی می‌کردند. مادرش جوان بود و پدرش سال خورده. 3 خواهر کوچکتر و 1 برادر بزرگتر از خود داشت. دخترک سیاه چهره و تند و تیز بود. مقبول نبود اما چهره صمیمی و گرم داشت. حبیبه کاریگر خانواده‌اش بود. برادر بزرگش بی بندوبار و نسبت به خانواده بی مسئولیت بود. از این خاطر حبیبه ضمن کارهای خانه کارهای بیرون را هم انجام می داد. از دکانها سودا می آورد، از خانه همسایه روبرویشان یا از نلی که در آخر کوچهشان قرار داشت آب آشامیدنی می آورد. با آنکه نادار و غریب بودند اما حبیبه غرور داشت. تحفه و خوراکی و پوشاک کسی را قبول نمی کرد. حبیبه و خانوادهش ژنده پوش بودند اما گنده پوش نه. به تمیزی خانه و سر و وضع خود خیلی خوب می رسیدند. همسایه روبرویشان که خانواده بزرگی بودند و زندگی خوبی داشتند همیشه خانواده حبیبه را دستگیری می کردند. و حبیبشان از تنها کسی که کمک قبول می کردند همسایه روبرویشان بود. در همان کوچه و در کنار همسایه روبرویشان عمه حبیبه نیز زندگی می کرد. عمه حبیبه زن جنگره، چیرچیری و تند مزاج بود. همیشه عادت داشت هنگام گپ زدن با مردم و دیگر زنان همسایه یک شنگ تابدار استاد می شد، یک دستش را به کمرش و دست دیگرش را بالای سرش پیک می گرفت. و رسم بر این بود تا پایان گفتگویش با زنان همسایه با بگو مگو و بدون خداحافظی ختم شود. عمه حبیبه 2 پسر بزرگ داشت. پسر کوچکش را نامزاد کرده بود و پسر بزرگش را تا هنوز زن نداده بود. حبیبه در آن زمان تازه بالغ شده بود. 4 اندامش روز به روز برجسته‌تر می شد. روزانه مادرش سینه های حبیبه را با لطه بسته می کرد تا برجستگیش نمایان نشود. بچه های کوچه جرأت آزار دادن حبیبه را نداشتند. اگر کسی آزارش می داد و پرزه می رفت یا بیابش می کرد یا در روی کوچه گریه می کرد و یا هم به پدر و مادر آن بچه شکایت می کرد. حبیبه تازه 14 ساله شده بود که عمه‌اش تصمیم گرفت او را به پسر کلانش غلام عروسی کند. سن غلام بالاتر از سن پدر حبیبه بود. عمه حبیبه دوست داشت که بهترین و زیباترین عروس‌ها را داشته باشد. برای پسر دومیش نیز زیباترین دختر قومیشان را با صدها نیرنگ و فریب نامزاد کرد. عمه حبیبه تأثیر زیاد بالای برادر خود که پدر حبیبه میشد داشت. وقتی به خانه برادرش خواستگاری رفت، هیچ یک از اعضای خانواده‌اش به شمول پدر حبیبه راضی به این پیوند نبودند و جواب رد دادند. اما عمه حبیبه خانواده برادرش را جادو کرد و با فریب و نیرنگ زیاد بالاخره موفق شد تا برادرش را راضی کند. غوث الدین پدر حبیبه یک شخص نسواری، بی سواد، کلشخ و بی منطق بود. در آخرین باری که خواهرش به خواستگاری رفت، گفت ما دل خواهر ما نمیشکنم. بعدن دست دعا بلند کرد و گفت که دختر ما حبیبه را به غلام دادم. بسم الله و علی اکبر. در حالی که هیچ یک از دیگر اعضای خانواده راضی نبودند، پدر حبیبه تصمیم خود سر گرفت. حبیبه که هنوز در دنیای کودکیش بسر می برد و بی خبر از بازی‌های روزگار بود، فکر می کرد که شوهر گرفتن هم مثل انگوله پتنگوله یک بازی خوشایند است و پدرش به خوبیش تصمیم گرفت. غلام پسر عمه حبیبه عسکری را در زمان ببرک کارمل به پایان رسانده بود. آدم میزوف، خوبرده، چاق و دبنگ و کوسه بود. همگی او را به نام غلام کوسه میشناختند. مسخره کوچه و محل بود. بالاخره در یک محفل کوچک مراسم عروسی حبیبه و غلام را عمه‌اش برگزار کرد. حبیبه هنوز نمیدانست که وارد مرحله جدیدی از زندگی شده. غلام شوهر حبیبه کاروبار نداشت و این مادرش بود که به خانه های مردم می رفت و لباس شویی می کرد تا پول یا غذا بیاورد و خرچ و مصرف غلام را بدهد.
حبیبه چشمهایش را سرمه میکرد، لبسیرین جیگری بلب میزد و لباس پنجابی بتن میکرد و مست مست راه میرفت. تازه عروس بود. هیچ تغییر اساسی اما در رفتارش نامده بود. بعد از گذشت 6 ماه از عروسیش، روز از سر دیوار با دختر همسایش راز دل میکرد. حبیبه با دختر همسایش میگه که من تا هنوز دختر هستم. غلام مثل یک کوسه ماهی در کنج خانه خواب میکنه. موبایلش آنتن نمیته و به گمان اغلب سالهاست که چارج تمام کرده. اماش زندگی حبیبه را تباه کرده بود. دختر جوان 14 ساله را به پسر پیرش داده بود که هیچ کار از دستش ساخته نبود. نه از کار بیرون بود، نه از کار خانه و نه هم از کار بستر. حبیبه آن میوه تازه رسیده‌ای بود که غلام همسرش دندان خوردنش را نداشت. رفته رفته این وضعیت حبیبه جوان و سرشار را ناراحت می‌کند و او متوجه می‌شود که زندگیش با این مرد فرسوده تباه شده است. نمی‌تواند طلاق بگیرد و نه هم از شرم به خانواده شکایت کند. حبیبه اما مسیر دیگر را انتخاب می‌کند. مسیری که با عقده و نفرت از زندگی انتخاب شده است. نخست با پسر جوان فلسکار سر کوچه‌شان رابطه برقرار می‌کند. سپس با بچه‌های همسایه‌اش. حبیبه‌ای که حتی خوش نداشت کسی او را اذیت کلامی بکند، ولی روزگار سرنوشت را طور رقم زد تا عقده بگیرد و قصداً به فحشا رو بیاورد. رفته رفته نام حبیبه در کوچه و محل پیچید. فعالیت‌هایش گسترش پیدا کرد و ترس از چشمش پرید. اماش که مقصر اصلی وضعیت حبیبه بود، خداوند جزایش را داد. او به چنان مرض سر دچار شد که از راه رفتن و گپ زدن باز ماند. در خانه‌اش بستری شد و کسی نبود که او را پیش دکتر ببرد و کمکش کند. بعد از گذشت 7 ماه زجر و درد، بالاخره مرگ سراغش آمد و مرد. بعد از وفاتش پسر کوچکش غلام و حبیبه را از خانه کشید و خودش عروسی کرد و با همسرش در آن حولی زندگی را شروع کرد. البته برادر غلام جوان با غیرت و مرد کار بود. خانواده حبیبه نیز از آن منطقه کوچ کرده بودند و در گوشه دیگر شهر در یک خانه کرایی زندگی می‌کردند. حبیبه به خانه پدرش رفت و غلام را نیز با خود برد. خانواده حبیبه از راهی که او انتخاب کرده بود ظاهرا ناراض به نظر نمی‌رسیدند. حبیبه خرچ و مصرف پدر و برادر کلان خود را می‌داد. برایشان موبایل می‌خرید و پول و سیگرت و نسوار فراهم می‌کرد و تمام مصارف خانه را نیز به عهده داشت. او دیگر چشم پاره شده بود. 5 سال پیش غلام شوهر حبیبه وفات کرد. حبیبه با خانواده‌اش زندگی می‌کند. خانواده حبیبه از شرم با تمام خیش و قوم قطع رابطه کردند. سرنوشت حبیبه با تصمیم غلط عمه‌اش دیگرگون شد. در کودکی فقر باعث شده بود تا او به مکتب نرود و از نعمت سواد محروم بماند. در نوجوانی به عقد نکاح پیرمرد درآمد که توان تیر در کمان کردن را نداشت. جوانیش هم با سرنوشت رقم خورد که نباید رقم می‌خورد. مشکل اساسی در جامعه افغانستان همین تصمیم‌های غلط در مورد سرنوشت فرزندانشان است. چی دختر و چی پسرشان را بدون رضایت با کسی عروسی میکنند. نتیجهش زیانبار است. رضایت دختر و پسر شرط اساسی آغاز یک زندگی مشترک است. پیوندهایی که بدون رضایت باشند پیامدهای بد خانوادگی و اجتماعی دارند. باعث بروز خشونت خانوادگی میشود، خیانت را بار میآورد، خانواده را دچار تکلیف روحی و روانی میکند. فرزندانشان عقده‌ای بار می آیند و صدها پیام منفی دیگر نتیجه ازدواج‌های اجباری و بدون رضایت است. خانواده‌ها باید نخست زمینه مکتب رفتن فرزندانشان را مساعد کنند. سپس بر اساس رضایت خودشان و بعد از ختم مکتب دختر یا پسرشان را نامزد کنند. به خواسته‌هایشان توجه جدی کنند و سرنوشت فرزندانشان را قربانی خواسته‌ها، لجبازی‌ها و منافع زودگذرشان نکنند. ورنه یک عمر پشیمانی بار می‌آورد. داستان زندگی حبیبه و سرنوشتی که او دچار شده است، نمونه‌ای از زندگی صدها دختری است که در افغانستان
رقم خورده است. رو آوردن و فحشا، خودکشی، فرار از منزل، دیوانه روانی شدن، خشونتگرایی و نفرت از نتایج اصلی چنین پیوندهاست که بدون رضایت آغاز شدند. لازمه اصلی نکاح اسلامی نیز رضایت دو طرف و پیوند قلب است. در افغانستان متاسفانه اکثرا جوانان به خصوص دختران صلاحیت تصمیم گیری بالای سرنوشت خود را ندارند و این دیگرانند که برای او همسر انتخاب می کنند و این دیگرانند که او را به زور و به وسیله نکاح وادار می کنند تا یک عمر در آغوش کسی بخوابند که اصلا دوستش ندارند. این بزرگترین گناه و خیانت در حق دختران است. خانواده هایی که چنین کار می کنند هم در این دنیا نتیجهش را می بینند و هم فردا روز نزد خداوند خجالت زده و شرمگین خواهند بود. این بود داستان زندگی حبیبه. شما نیز اگر دوست دارید داستان زندگیتان را با دیگران شریک سازید، با ما تماس بگیرید و ما داستان شما را می نویسیم و در بدل دریافت هزینه نشر می کنیم. ممنون که با من رامش آرمان و همکارم نعیم شریفی هستین و کانال یوتیوب افغانستان ژورنال را دنبال می کنیم.